نشست های خبری که حالا در تاجیکستان شروع شده و ادامه دارند، بیانگری چه هستند؟ آزادی سخن و مطبوعات یا خاک پاشیدن به چشم مطبوعات و ژورنالیست ها است؟ برخی خبرنگاران میگویند در چند سال اخیر نشست های خبری نه محلی برای پاسخ گرفتن به سوال های بی جواب شده است، بلکه یک منبری خواندن حسابات خشک و تعریف کاری وزارت و اداره ها. چنین شیوهی برگزار کردن نشست های خبری آیا در واقع بیانگری پاسخگوی مقامات تاجیکستان در نزد جامعه هست یا نه؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و مهمانان ما نوردین قرشبایف، رئیس اساسیه رسانه های مستقل تاجیکستان و مذهب جمعه، خبرنگاری آسیا پلوس. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنند. و از شما محترم نوردین قرشبایف شروع میکنیم. آیا سازمان شما به جریان نشست های خبری توجه ظاهر میکند، تحقیقات های انجام میدهد و شکایت از خبرنگاران درباره شیوه های برگزاری آنها به شما رسیده است؟ مرحبا. تشکر. سازمان ما در طول فعالیت 25 ساله خود همیشه مسئله دسترسی به اطلاعات در مرد اول میگذارد و وقتی که امر پرزیدنت در باره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی به امضا رسید، این به خاطر آن بود که دسترسی ژورنالیستان رسانه‌های خبری به سرچشمه اطلاعات بهتر گردد. و البته این تجربه که در آسیای مرکزی تجربه یگانه است، یک مدت برای دسترسی ژورنالیستان با استای اخبار عمومی مستقل و سرچشمه‌های رسمی اطلاعات شرایط خوبم فراهم آورد. سالها این نشست ها تا سال 4 مرتبه، یعنی هر 3 ماه برگزار میگرد و ژورنالیستان در نشست های خبری به سوال های خود پاسخ میگرفتند. البته مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان مسئله خیلی مهم برای ژورنالیستان بود و باقی میماند، زیرا طبیعت حکومت این است که همیشه چیزی را از رسانه ها پنهان داشته نمی شود و ژورنالیستان کوشش به خرج می دهند که به این اطلاعاتی که برای مردم مهم است دسترسی پیدا کنند. این چیزی طبیعی است، ولی در جریان سالهای منبعده متاسفانه نشست های مطبوعاتی به یک همایشی تبدیل یافت که در آنجا بیشتر به خواندن معروضه ها در باره جنبست یک مدت فعالیت این یا آن مقامات دولتی صورت می گرفت و برای پاسخ گفتن به سوال های ژورنالیستان وقت خیلی کم می شد. رفته رفته این چیز به درجه رسید که بعضی از رهبران مقامات دولتی، منصبداران دولتی به نشست های مطبوعاتی خودشان نمی آمدن و معاون جانشین خود را می فرستادن و از سوال های ژورنالیستان کانال جویی می کردن. تشکر آقای نوردین. حالی باز به این سوال بر می گردیم. به حالا می خواستم از محترم مذهب جمعه بپرسم که شما که در نشست های خبری بیوسته شرکت می کنید، نظر شما چی است؟ تشکر. واقعا دوامی حداقل 7 یا 10 سال اخیر طوری استاد گفتن صفات برگزاری نشست های مطبوعاتی خیلی کاسته می گردد. مثلا اگر در اول نسبتاً به سوال‌های ژورنالیستان پاسخ حداقل نیمه پاسخ می‌دادند یا بعضی مسائل‌ها را اگر شرح می‌دادند، سال‌های آخر معلوم می‌شود که منصبداران ما کوشش می‌کنند به سوال‌ها بگریزند و به سوال مشخص ژورنالیست‌ها کوشش می‌کنند به طور عمومی پاسخ بگویند یا که از پاسخ گریز کنند، یعنی با گپ‌های عمومی و گپ‌های آبشسته کوشش می‌کنند که از پاسخ به سوال‌ها گریزند. اینجا من می‌خوام دو چیز را مشخص کنم، مشخص مثال بیارم. این یکم اینکه شرکت یا که
بررسی سوال ها از جانب منصبدارها و برخورد خود ژورنالیستان با نشست های مطبوعاتی. متاسفانه با وجود اینکه منصبداران به سوال ها پیش پاسخ نمی دهند یا که خودشان در نشست های مطبوعاتی شرکت نمی کنند و یا کوشش میکنند که به سوال ژورنالیستان دوری جویند، در برابر این ژورنالیست ها هم در بعضی حالت ها پافشاری نمی کنند که به سوال دادشان پاسخ بگیرند. همین حالت به شما رخ داد باری شد است که سوال دادید و پاسخ کامل دریافت نکردید؟ همین حالت ها شده است؟ مثلا من میتوانم چند مثال بیارم که در نشست های مطبوعاتی سالی گذشته ماه آگوست اگر خطا نکنم 6 ماه، در چند از نهادها مثلا از وقتی ما از وزارت انرژتیک در رابطه با قرض شرکت برشنوی افغانستان قرض برق پرسیدیم، مشخصا یکان پاسخی مثلا آماری مشخص ناوردن. همچنین همین سال در نشست انرگیت که این چیز مثلا تکرار شد. در دیگر نشست هم بعضی مثلا در سال گذشته در نشستی وزارت معارف هم واقعا وقتی که در رابطه با کمبودی آموزگاران سخن میرد، وزیر به طوری زیاد کوشش میکرد که این آمارها گفته نشوند و این آمارها را مثلا رسانه ای نمی کردن. هرچنگی جورنالیستان 2 مرتبه و 3 مرتبه و در بعضی حالات ها بعد نشست هم کوشش می کردن که از شخصانی مسئول که از خود رئیس یا که از معاونه و سخنگوی های آنها این امور رو دست رست کنند. یعنی این تشکر کنم جای داره. بله نوردین قرشبایف اگر اجازه داشته مرحبا. یک مسئله مرحبا. دیگر که می خواهم مخصوصا قید کنم این واقعا همون خواندن ورقه های مطبوعاتی است که علاقه نسخه آن در دستی ژورنالیستان هست. واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از نهادها تا 40 و 45 دقیقه و 50 دقیقه هم واقعا ورقه های مطبوعاتی که در دستی ژورنالیستان هست آنها می خوانند و کوشش می کنند که این خواندنشون رو بسیار آهسته و بسیار طولانی کنند تا اینکه به وقتی سالها کم موند وقت برای سوال ها. و در برابر این همچنین در پاسخ به سوال ها هم اونها کوشش میکنند که بسیار طولانی و گپ های عمومی را گویند که برای دیگر ژورنالیست ها وقت نرسد. ما حتی شاهد بودیم که بعضی نهادها برای ژورنالیستانی به قبل خودی سوال ها را پیشکی روان میکنند و ژورنالیست ها متاسفانه این سوال ها را میدیم کوشش میکنند که پیش از رسانه های و قبل مستقل تیان تا اینکه آنها رهبران نهاد یا که شخصانی مسئولی که در نشست هستند کوشش میکنند همین سوال های ژورنالیست های خودی اشون را بسیار طولانی پاسخ دهند و وقت برای دیگر ژورنالیست ها نرسد. تشکر محترم قرشبایف. شما در سال اول ما به اون نکته ای که آیا ژورنالیست ها همین نکته ای که آل مصعب جمع گفت به شما شکایت ها رساندن و شما چیکار کردید؟ البته شکایت ها میرسند، لیکن این شکایت ها بیشتر شکایت های شفاهی یعنی گیره گذاری و به طور مشخص وقتی که ما پیشنهاد میکنیم که در صورتی به حقوق شما نقض میشد و به شما اطلاع نمیدهد، ما مساعدت میکنیم که شما این منصبدار را یا این مقامات را بسود دید و این کار روزی نمیشوند. البته همه این چیزی که مصحب گفتن در فضای اطلاعاتی تاجیکستان وجود دارد و سالی گذشته در عرفه نشست مطبوعاتی ما یک مراجعت نامه دست جمعی به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرکراتوری جنرالی تاجیکستان فرستاده بودیم. هرچند که اکثریت اون دعواهایی که ما داشتیم رسما اعتراف نکردن، لیکن در فعالیت مقامات دولتی هنگامی برگزار کردن نشست های مطبوعاتی نیمه اول سال 2023 یک پیشروی به عمل آمد. محترم قرشبایف بله. یک نکته دیگر ببینید، مهلت نشست ها 1 ساعت مقرر شده است و وقتی که با حسابات ها وقت برای سوال دادن کم میموند، چی باید کرد؟ ژورنالیست باید چیکار کند که پاسخ سوالش را دریابد؟ پیش از همه 1 ساعت نشست مطبوعاتی معمولا این قابل قبول است، ولی از اون 1 ساعت نه بیش از 10 دقیقه باید برای معرفی کردن اون دستاوردهایی که مقامات به دست آورده است
استفاده شود و باقی مانده باید به نظر ما به سوال جواب بخشیده شود. سال گذشته حتی چند از جمله رئیس کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان از سوال جواب آغاز کرد و در دیگر مقامات نیز همین چیز به نظر می رسید. آنها از همین چیز خودداری کردن، یعنی خواندن اون ورقه اطلاعاتی که پیشکی تقسیم کرده می شود از اون چیز خودداری کردن و به سوال جواب گذاشتن. در این حالت به همه سوال هایی که مطرح می شود پاسخ دادن امکانات پیدا می شود. لیکن در صورتی که وقت برای پاسخ دادن نمی رسد، باید مقامات حتما این سوال ها را یادداشت کنند و به جورنالیستان که این سوال را مطرح کردن جواب خطی پیشنهاد کنند. محترم مصعب جمعه، شما به همین سوال چی پاسخ دارید؟ یعنی در چنین حالت وقتی تنگ چگونه پاسخ دریافت میکنید از وزیرا، از مسئولا؟ ببینید، من هم میخوام مخصوصا به همون مراجعت نامه که جامعه ژورنالیستی و ژورنالیستان به دستگاه پرزیدنت و دادستان کل ارسال کردن اشاره کنم. واقعا بعد از ارسال این مراجعت نامه یک کم خیلی خیلی کم، ولی به هر صورت یک بهبودی بود در نشستان. مثلا برخی از نهادهای دولتی واقعا هم بدون خواندن ورقه مطبوعاتی نشست را آغاز میکنه، ولی این خیلی کم است. ولی در برابر این بعضی از ژورنالیست ها، مثلا من میتونم از ژورنالیست ها از همکسبانی خودم تاسفانه گیله کنم که آنها بعضی وقتا مثلا بدون آمادگی میرفتن. مثلا وقتی که در نشست مطبوعاتی دادستانی کل سال 2023 اگر خطا نکنم همگی 15 دقیقه برگزار شد. در نشست مطبوعاتی سودی عالی اقتصادی همچنین 15 دقیقه انتخاب جدا کرده شد. وقتی که رهبران این نهادها از ژورنالیستان پرسیدن که ما آماده هستیم، مرحمت چی سوال دارید، چی درخواست دارید، ما آماده هستیم پاسخ دهیم، ولی از هیچ ژورنالیست ها مثلا نمیتونستن یک سوالی مشخص پیشنهاد کنن که نهادی اول پاسخ دهد. یعنی این خیلی نهادهای ما داریم که مثلا نسبتا بدون خواندن ورقه آغاز می‌کنند. حالا ما به این سوال برمیگردیم محترم. در مسئله این که ما چیکار کنیم، من در هر نشستی که بودم به طور مکسیمالی کوشش میکنم که سوال را حداقل تیزتر و خیلی تیزتر مثلا از دیگر ژورنالیست ها کوشش میکنم، البته با احترام اونها کوشش میکنم که سوال را تیم و پاسخ را بگیرم. تشکر. محترم قرشبایف، چند سال پیش با فرمان رئیس جمهور امام الله رحمان نشست های خبری در هر 3 ماه برگزار میشد، ولی حالا در یک سال 2 دفعه همگی صورت میگیرند. به نظر شما سبب کم کردن نشست های خبری چی بود و یا عموما کاری درست بود؟ این کاری درست یا درست بودن را این سوال بیشتر به رهبریت دستگاه اجرایی پرزیدنت باید روانه کرده شود. ولی من میگم که نشست مطبوعاتی فقط یک اصول پهن کردن اطلاعات برای جامعه، برای روزنامه‌نگاران است. دیگر راه و اصول هایی که وجود دارد باید در فعالیت همروزی نهادهای دولتی استفاده شود. از جمله پهن کردن پرس ریلیس ها، از جمله برگزار کردن بریفینگ ها یا که تشکیل کردن پرس تور ها قابل قبول است که در بعضی حالات ها این چیز هم در عملیه فعالیت مقامات دولتی در تاجیکستان به نظر برسد. این چیز را باید تقویت دید. اون چیزی که در فرمان نه، در امر پرزیدنت آمده است در باره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی، این حد اقلی برگزار کردن نشست های مطبوعاتی مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. ولی کسی من نکرده است که مقام رهبر این یان نهاد دولتی برای روزنامه‌نگاران در حالت ضروری نشست مطبوعاتی یا بریفینگ دایر کند. چیز دیگر را باید تاکید کنم، در اول در این امر قسمت دوم وجود داشتن در برابر تشکیل کردن نشست های مطبوعاتی هر 3 ماه، در قسمت دوم مساعدت کردن به واسطه اخبار ما و ژورنالیستان در دسترسی به اطلاعات رسمی تاکید می شود. ولی در وریانت دوم این امر متاسفانه این قسمت دوم به نظر نمی رسد. و چیز دیگر هم باید ذکر کنم که همین امر پرزیدنت بعد وارد کردن تغییرات و اضافه ها
در نوبت هر 6 ماه برگزار کرده نشست های مطبوعاتی رسانه ای نشده است و آن را پیدا کردن خیلی مشکل است. البته ما در دست داریم این چیزا، لیکن برای عامه وسیع همین چیز دسترس نیست. تشکر. و نور قرشبایف، یک نکته را باید اینجا اشاره کنم. شما درست گفتید که باید بعضی این سوال ها نماینده های دولتی پاسخ می دادن، ولی ما نماینده های رسانه های دولتی و مسئولان برخی از دفترهای وزارتخانه ها را دعوت کردیم، متاسفانه حاضر نشدن که در استودیو ما بشینند و به این سوال پاسخ دهند. و محترم مصعب جمعه، اگر نظام این نشست ها به مثل پیشین، یعنی پس از هر 3 ماه برگزار می شد، خوب بود یا نه؟ شما هم چه ژورنالیستی که به واسه اشتراک میکنید چی است؟ ولی البته خوب است، البته خوب است. ما مثلا یک مثال بسیار عادی میبیارم، وقتی که مراجعه میکنیم طریق شفاهی به نهادها و وزارتخانه های تاجیکستان، آنها البته پاسخ نمیدن مثلا به بیشتری از سوال های ما، ولی از ما در طلب میکنن که طریق مکتوب با آنها مراجعه کنیم، درخواست رسمی. ولی وقتی به طریق درخواست رسمی مراجعه میکنیم، آنها در پاسخ به درخواست رسمی نوشتن که نشست مطبوعاتی را انتظار شوید. تصور کنید در ماه مارس اگر ما درخواست مطبوعاتی روان کنیم به یک نهاد تاجیکستان، آنها از ما طلب میکنند که در نشست مطبوعاتی که هر 6 ماه پس، یعنی در ماه ایول یا آگوست برگزار می شود، آماده شویم و با این سوال ما پاسخ میگیریم. یعنی ببینید حداقل چقدر باید برای یک خبری که بسیار تعجیلی است باید امروز یا پگاه نشود، ما باید 6 ماه انتظار شویم که نشست مطبوعاتی برگزار شود و آنها به سوال ما این سوال ما پاسخ دهند، در حالی که مثلا قانونگذاری نه تنها طریق درخواست ژورنالیستی، حتی شفاهی هم اجازه داده است که آنها باید شهر، یعنی وقتی که هر 3 ماه می شود، این البته برای ژورنالیستان خوب است. ببینید که مثلا این وقتهای آخر نشست های مطبوعاتی قریب که یگانه منبع گرفتن اطلاع از منصب دارم و یگانه منبع گرفتن اطلاع از شخصان اول و حتی در بعضی حالات ها یگانه امکانی روبرو نشستن با بعضی نه حتی رهبری اولی نیازها شده است. از این رو اگر 3 ماه برگزار شد، البته بعضی خبرهای بسیار تعجیلی رو می شود که پاسخ گیری. ولی یک مسئله دیگر که استاد اشاره کردم، واقعا من طرفدار هستم که در مسئله برگزاری بریفینگ ها، مثلا حداقل تجربه کاری من اگر 10 سال آخر باشد، من اگر یک یا دو مثال اگر به یادم میآید که برای کدام یک مسئله بریفینگ یا که مثلا نشست مطبوعاتی اضطراری برگزار کرده باشند، امروز مثلا در جامعه صدها مثلا موضوع های دا حادثه های بسیار مهم مثلا رخ میدهند، ولی ما در چند سال اخیر عموما شاهدی یکون بریفینگ یا که نشست مطبوعاتی اضطراری نشدیم. و تشکر زیاد. و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکاران ما با چندی از خبرنگاران در دوشنبه. این را میبینیم با هم و سپس برمیگردیم. مرحبا. نشست نسبتا خود راهبر نهاد گذراند و راهبر همان وزارت یا کمیته گذراند، اگر ما با اکثر سوال های خود پاسخ میگیریم، اما اگر که معاونش پاسخ دهند، نسبتی خود رئیس معاونش قلب که پاسخ نمیتیند. مثلا ما در نشست اکادمی ملی اینها بودیم، خود رئیس که نو پرزیدنتشان نو تعیین شدن، اما معاونانشان که به سوال ها پاسخ میدادن نه به همه سوال های ما پاسخ دادن. ما همین اخیرا در نشست تاجیک فیلم بودیم، رئیس تاجیک فیلم 40 دقیقه ما رسو پرس ریلیز کن، این علاقه مهم نیست، 40 دقیقه برای ما خیلی وقت دراز است. ما خیلی طاقت کردیم به قول سخنهای و یکی پرس ریلیز حتی در دست ما بود، شرط نبود که 40 دقیقه وای پرس ریلیز بخواند. تا امروز که من به اکثر نشست ها وابسته بودم، پاسخ خود را تا اندازه گرفتم و اصلا ما که سمتی اویلا و این چیزا هست، ما بیشتر به آنون آمارهای زنهای موفق که زنهایی که در سهم خود را در جامعه میگذارند یا که زنهایی که تحصیل میکنند وابسته به همین سمت که ما بیشتر توجه داریم، ما آمارها را دریافت کردیم و به سوالهای خودم پاسخ گرفتیم تا اندازه. اینجا یک چیز از گفتن نمی شود که همش عیب وزیر و کبیر است. اینجا از خود ژورنالیست وابسته است. اگر ژورنالیست تواند ژورنالیست کسبی باشد، باید در همه شرایط و در همه محیط می تواند چیز ضروری اش را گیرد. سوال هایی که می تواند پاسخ می گیرد؟ پاسخ می تواند تا همون حدی که ممکن است. لیکن ژورنالیست کسبی، بار دیگر تکرار میکنم، ژورنالیست کسبی باشد و میتواند با هر رای کرده یک چی نیم چی باشد گرفته
میتوانید هر یک سوال و جواب یا که سوال و پاسخ ای با وابسته به خودم ژورنالیست است. اگر سوال با گفتی مثلا رسو کانکرت نباشد کو کانکرت جواب میگیری. مثلا از تجربه که من دارم در این پرس کانفرنس ها بسیاری ژورنالیستان جواب میگیرند، جواب صحیح خود رو میگیرند. اگر با یک دو سال پیش مقایسه کنیم راستیت خیلی بهتر شده است. در یک دو سال پیش بسیار رهبران وقت رو کشان میدادن، از سوال ها میگریختن، بسیار وقت رو تلف میکردن با سوال های خبرنگاران و امکان نمیشد که خبرنگاران همه سوالاشون رو پیشنهاد کنند. ولی در شش ماه اول نشست ها ما اشتراک کرده بودیم، بسیار جواب میتیند خبرنگاران وقتی که سوالاشون رو پیشنهاد میکنند. انقریب بعضی خبرنگار است که دو سه سوال پیشنهاد میکنند جواب میگردن. امروز ما در نشست امانت بانک بودیم، همه خبرنگاران رهبریت بانک تنها 10 دقیقه خطا نکنم 10 15 دقیقه برآمد کردن، تمام دیگر امکانات دادن خبرنگاران سوال دیدن. سه سال اخیر در همه نشست ها قریب که ما شرکت دادیم و طریق پخش مستقیم میبریم و این سال نسبت به سال های گذشته خیلی خوبتر است، چون که هم وقت مساعدت میکنند، یعنی باز میتونند رهبران وقت اضافه دیدن، چون که در وزارت معارف و علم اگر چگونه که بوده شاید باشید اگر یا قریب 1.5 ساعت نشست مطبوعاتی برپا گردید که توانستن روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ گیرند و هستند. این من فکر می‌کنم وابسته به همون نهادها است. خب ما صحبت این سری راهی بیشتر که ژورنالیست‌ها بودن اظهار نظر کردن در باره نشست‌های خبری را دیدیم و محترم قرشبایف، نظر شما به حرف های همکارانتان چی است؟ مرحمه. متاسفانه همین صحبت سری راهی باره دیگر نشون می‌دهد که ژورنالیست‌های ما، همکسب‌های محترم ما، نه همه وقت با نشست‌های مطبوعاتی آمادگی جدی می‌گیرند و از این نشست‌ها حد الامکان از فرصت استفاده برده و سرچشمه اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند. بعضی از آنها گفتم که در سال‌های اخیر وضعیت بهتر شد، به سوال‌ها جواب می‌دادند. ما هم این چیز رو تاکید کردیم و باید دادم کس نشسته باشدم گپی راست گپ زنم. یعنی وقتی که سال گذشته این مراجعت نامه مورد بررسی قرار گرفت و با همه آگاه کردم که باید نشست های مطبوعاتی به صفت خوب انجام یابد، پیشروی ها به نظر می رسید. ولی متاسفانه ما همین دستاورد ها رو برای باز هم افزون کردن کوشش به خرج دادن نتوانسته شدیم. ژورنالیست های ما بسیار کم حوصله هستند، طوری که یکی از آنها تاکید کرد سوال درست مطرح کرده نمیتونن. بعضی از آنها برای حل مشکلات شخصی خودشان به نشست های مطبوعاتی میرن، معیارهای اخلاقی نه همه وقت رعایت میگردند. همه این چیز رو به نظر گرفته وقتی که ما سال گذشته با نماینده پروکوراتور جنرالی خیلی صحبت ها داشتیم و حتی یک همایش هم تشکیل کردیم که آنها نماینده پروکوراتور جنرالی مسئول همان شعبه آمده در نزد همکسبای ما به سوال ها پاسخ داده، راه های همکاری رو تاکید کرد. یک چیز رو تاکید کرده بود که وقتی که حقوق شما نقض می شود، شما باید در حال از پای اصلاح این کار شوید. یعنی بعد یک سال و نیم سال گفتن که من فلان در فلان نشست مطبوعاتی نسبت من نقض حقوق من رخ داد، این کار خوب نیست. وقتی که به شما پاسخ ندادن، حقوق شما رو پایمال کردن، شما باید حتما شکایت برید و پروکوراتورا و سود تا که منصبداران هم مسئولیت رو احساس کنند. وضعیت بد دسترسی از اطلاعات دو عامل دارد. یک عاملش بی صلاحیت بودن رهبر همان نهاد دولتی، دویم عاملش این قانون ناپسندی آن. حتی در همین سپورشی که برای برگزار کردن نشست های مطبوعاتی آید به جنبست سال 2023 به وزارت اداره
فرستاده شده بود، در اینجا مخصوص تاکید کردند که باید حتما رهبر اول در نشست مطبوعاتی اشتراک کنند. ولی ما میبینیم که نه در همه حالات ها این طلبات اجرا میشه. تشکر. مصعب جمعه، شما به این ایراد راضی هستید که خبرنگاران هم خودشون گناهگارند؟ اول یک نقطه رو اشاره کنم در رابطه به اینکه رهبری اول شرکت کنند. واقعا شرکت رهبری اول این از روی قانونگذاری طلبات است و باید اجرا شود. ولی در بعضی نشست های مطبوعاتی ما میبینیم که رهبری اول نشست های مطبوعاتی را به قبل گویا شب ایجادی خود کرده است. هرچند مثلا در رابطه با موضوع در رابطه با همون حادثه آگاه نیست و کوشش میکند با سخنهای عمومی با سوال ژورنالیستان پاسخ میشود. خوب میشود که بهتر است که به جای اینکه مثلا امکان ندارد پاسخ دادن یا که معلومات بیشتر ندارد، خوب میشود که بر سرداران ریاست ها، به معاون ها، به شخصایی که مسئول بواسطه به همین موضوع ها کار میکنند، اگر مقامات قدرتی باشه با پرونده ها مثلا کار میکنند، خوب میشود که از آنها مراجعه کنند که با آنها به پاسخ کمی مفصلتر و کمی کشوتر و کمی خیلی مفصلتر. نظرتون به این پرسشی که همکاران ما سری راهی بله انجام دادن چیست؟ بله این یکی از پاسخ یک به یکی از با اولین همین پرسش بود. مسئله دیگر مسئله این که ما ژورنالیستان رو به قبل گناهکار میکنیم. واقعا هم ببینید وقتای آخر چونین به نظر میرسد که یک گروهی بسیار خردی ژورنالیستان پیدا شدند که در همه این نشست ها در همه اول می روند، در صفی پیش می شینند و کوشش می کنند که پیش از همه سوال تیان نمی دونی اونها خودشون از کدام رسانه معرفی می کنند. اون رسانه که اونها کار می کنند هیچ به اون نهاده که اونها می روند ربطی ندارد. و بعدا ما می بینیم ما خبر و نتیجه نشست شرکت اونها رو در نشست ها در یکان رسانه نمی خوانیم نمی بینیم و هدفشون تنها کشال دادنی وقت است. هدفشون تنها مثلا وقت دیگران رو گرفتن است. گویا چونی می نماید که یک گروهی هستن که مخصوص مثلا با خواهشی مثلا نهادها دعوت میشه و کوشش میکنن که وقتی دیگران رو گیرن. این یک. دویو مسئله واقعا بعضی از ژورنالیستانی ما کوشش میکنن که در نشست ها به جای اون که موضوع مشخص رو بررسی کنن و بررسی مشکلی شخصیشون با تعریف و توصیف شخصی اول با گناهکار کردن کدام یک کارمندی زیر ساختاری همون نهاد مشغول می شوند و همین چیز در اکثر موارد وقت دیگران را می گیرد و به دیگران احترام نمی کنند و کوشش می کنند که مشکلی های شخصیشان در همین نشست ها بله بررسی کرده شوند. سوال بعدی را ببینیم تقریبا مانند به همین پاسخی که شما داده ساده است. ما این خبر رو هم شنیدیم که مقامات بعدی نشست خبری برای خبرنگاران یا ضیافت می دهند یا به قبل قهوه و شیرینی و همین مهمانی سبب می شود که خبرنگار واقعیت را نگوید و خبرهای مهم را از جامعه پنهان دارد. واقعا چنین است جناب قرشبایف؟ ما چیزی دیگرش هم می دانیم که متاسفانه پنهانی در لفافه ها و روزنامه‌نگار ها رهگولی هم می دهند و دود اصلا همین ظهورات به اندیشه من با اخلاق و فعالیت با اخلاق فعالیت روزنامه‌نگاری مخالف است. یگان کس برای شکم سیر کردن، ضیافت خوردن یا چیزی گرفتن نباید به این یا آن نهاد دولتی رود. باید رسالت کسبی خودش اجرا میکنند. در صورت حتی یک قهوه نوشیدن به خاطر یک قهوه ویژدان فروختن روان است. شما فکر نمیکنید که این کار مقامات مخصوص میکنند برای ژورنالیست که تا اندازه منتگذاری کنند و زبان ژورنالیست رو ببندند؟ این اکنون از سطح معرفت اون رهبر اون نهاد وابستگی دارد. اگر اونها چنین اندیشه داشته باشند خطا میکنند. تشکر. جناب مصعب جمعه، شما چی میگوید به همین سوال ما؟ چی پاسخ دارید؟ ببینید، من فکر میکنم که ژورنالیستی که خودش احترام میکند، ژورنالیستی که کسبیتش احترام میکند، کسبش احترام میکند، هیچ وقت با یک فنجان قهوه و یک پیاله چای
خودش رو مثلا یا کسبش رو خیانت نمی کند و از پشت یک فنجان قهوه از بررسی بعضی موضوع هایی که واقعا در جامعه داغ هستند دست نمی کشد. واقعا هم چنین عامل های و قبل ناخوب اگر بسیار ملایم گوییم جای دارد و ما می بینیم که بعضی ها و نشست ها می روند حتی سال هم نمی تیند چنین گویا می نماید که تنها برای مثلا شاید کافه نوشی روند. ولی به هر صورت باز میگم که اونی که خودش احترام میکند، اونی که خودش کسبش احترام میکند به چنین کار دست نمیزند. شما به نشست های خبری زیاد میروید، همین گونه ضیافت ها رفتید، اشتراک کردید، دیدید؟ البته که نه، البته که نه. ببینید، من فکر میکنم که اول به گوش همون نهادهای به هم گوش راهبرای نهاد رساندن لازم است که دادن ضیافت، دادن مثلا کدام یک ضیافت های به دبدبه در قانون گذاری چنین اشاره نیست و آنها باید چنین ضیافت ها را برگزار نکنند. این چیز باید مخصوصا به گوش همون نهاد ها رسانده شود و باید آنها این چیز را درک کنند که آنها وظیفه دار نیستند که باز جورنالیستان ضیافت دهند. تشکر. ولی و به سال بعدی برگردیم چون که وقتمون هم یک کمی محدودتر است و سال بعدیمون این است که در فرمان پرزیدنت درباره نشست های خبری همچنین تاکید شده است که مقامات دولتی عهده دارند برای دریافت اطلاعات به خبرنگاران مساعدت کنند. شما محترم مصعبی جان، در تجربه کاریتون در وقتی مراجعه به مقامات و یا به دفتر مطبوعاتی همان نهاد به سوالتون پاسخ میگیرید؟ یعنی سری وقت جواب میدن به شما؟ ببینید، این سوال بسیار سوال دردآور است. متاسفانه نه، متاسفانه در بیشتری حالت ها، در بیشتری حالت ها ما وقتی مراجعه میکنیم به نهادهای رسمی، به دفتری مطبوعات، ما نمیتوانیم به موضوع بررسی شونده مون پاسخ کنیم. حتی ببینید، برای یک سوالی که پاسخش تنها ها یا نه است، اونها حتما از ما درخواست ژورنالیستی طلب میکنن و این درخواست ژورنالیستی حتما نه به معیار معین نموده قانون گذاری، بلکه حتما بعد از 2 یا 3 هفته یا 4 هفته پاسخ میشد. اون هم اگر طریق پشت روان کرده شود، حتما که ما نمونه های داریم که بعد از 1 سال پشت مکتوب رسمی را گرفته استیم. سخنگو های مطبوعاتی هم عینا وقتای آخر با استثنای چند نفر انگوش شمار، آنها هم با موضوع هایی که بسیار ساده است پاسخ میدن، ولی با مسئله ها، با موضوع هایی که کمی داغ هستند، با موضوع هایی که بسیار مبرم هستند و بسیار تعجیلا پاسخش باید بیان، اونها هم در بعضی وقتا گومشان و همکاری را متاسفانه در همین شب روز و در همون موضوع همکار را قد میکنه. این یک بسیار یک موضوع دردآور است برای ژورنالیستیک ما و این چیز متاسفانه سال از سال بدتر شده است. تشکر. محترم خرشبایف، نظر شما به همین سال چه است؟ مرحبا. پیش از همه یک چیز رو باید به شما بگم که شما بارها میگید که فرمان پرزیدنت. فرمان پرزیدنت نیست، بلکه امر پرزیدنت است. بله. یعنی امر در باره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی است و این امر همچون زیرزنت حقوقی باید رعایت شود. ولی در تحقیقاتی که ما برگزار میکنیم و همیشه پیگیری میکنیم، این چیز به نظر میرسد که متاسفانه طوری که مصعب این را گفتن، درخواست های خطی طلب میکنن برای گرفتن این یا آن اطلاعات که خلاف قانون است. قانونگذار مشخص کرده است که درخواست میتواند خطی باشد، شفاهی باشد، به طور الکترونی فرستاده شود و همه این نمود درخواست ها قربی برابر دارن. من فکر میکنم که حالتی به عمل آمانده به یک چیز رابطه دارد. باید از جانب رهبریت والای کشور این چیز، یعنی مسئله دسترسی به اطلاعات، یعنی عملی کردن حقوق دسترسی به اطلاعات زیر نظارت قطعی گرفته شود و تا آن زمانی که 1-2 حادثه برای رعایت نکردن حقوق شهروند و حقوق واسطه اخبار عمومی برای دسترسی به اطلاعات مجازات نشوند، وضعیت تغییر نمییابد. کدام مقام به نظر شما تحت نظارت گیرد؟ کدام مقام دولتی؟ گپ در سر است که در تاجیکستان مقامات پروکوراتور این مقاماتی نظارت رعایی یکسان قانون ها است و نیم سال قبل از این در ساختار پروکوراتوری جنرالی شعبه تاسیس دادن که آن به واسطه
به مانیتورینگ روی قومگذاری و رابطه با وسط اخبار عموم مشغول است. ولی یک شعبه و چند نفر مسئول آن نمیتواند این مشکل را پورا بررسی کند. به همین خاطر ما بسیار میخواستیم که همکسبای ما رهبران رسانه ها در صورت نقص حقوقشان به دسترسی به اطلاعات باید حتما این حادثه را حجت گذاری کنند و به پروکوراتور جنرالی مراجعه کنند. تشکر. پروکوراتور جنرالی اگر اجازه باشد من یک نکته را اشاره کنم. سپاسگزارم. واقعا استاد چند مرتبه در رابطه با مراجعه کردن به دادگاه و دادستانی اشاره کردم، ولی من فکر میکنم که سبب مراجعه نکردن ژورنالیستان به دادگاه یا که به دادستانی این اعتماد نداشتن آنها به سیستم دادگاهی مو است که متاسفانه در بعضی حالت ها می تواند که این مراجعت ژورنالیست برعکس و ضرری خود ژورنالیست شود. یعنی وقتی که شما از بالا یک نهادی دولتی که مثلا تنظیم کننده کنم یک ساعت مراجعه می کنید به دادگاه و اثبات کردن آن که آنها حقوق کسبی شما را نقض کردن بسیار مشکل میشه. و ما از تجربه ژورنالیست که هم خیلی کمی خیلی حادثه را داریم که یک ژورنالیست توانسته باشه یا که یک سازمانی ژورنالیستی توانسته باشه یا که رسانه توانسته باشد که از بالای یک نهاد برای نگرفتن اطلاع به دادگاه شکایت کرده باشد و غالب شده باشد. تشکر. و یک سوال دیگر و خواهش میکنم مرزا نبی، من بسیار میخواستم که این چیزا تاکید کنم. مرحبا. از گنجش ترسی ارزان نکن. اگر که تو جرأت مراجعت کردن برای رعایت کردن حقوق خود جرأت نداشته باشی، در ژورنالیستی که تو هیچ کار کرده نمیتونی. ولی دیده و دونسته با آتش نزدیک شدم این هم نه، بعد چیز دیگر است. شما باید پیش از اون که با آتش نزدیک شوید باید البته چاره‌های احتیاطی رو رعایت کنید. لیکن متاسفانه همین گونه موقع از جانب بیشتر همکسبای ما و جاری شدن خود سنزوری به همین حالت آورده رسانده است که حقوق دسترسی به اطلاعات رعایت نمی شود. تشکر. و یک سوال بعدی این هم وابسته است به دریافت پاسخ از مقامات. برای نمونه مسئله تشخیص و علامت گذاری مرز تاجیکستان با قرقیزستان، عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدوزی تاجیکستان و رئیس گروه توپوگرافی همین 8 فوریه در نشست خبریش گفت در سال 2023 قریب 170 کیلومتر خرز خط مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. ولی سوال اصلی درباره منطقه هایی که بودند و چگونه تشخیص شده و به کجاها تعلق دارند به این پاسخ نداد و از این خودداری کرد و گفت که این مسئله مخفی است. مخفی و پنهان نگاه داشتن این مسئله از وسایل اخبار از جانب مقامات کشور درست است جناب قرشبایف؟ من فکر میکنم که طلبات قانونگذاری است درباره مخفی گرداندن این یا معلومات. اگر این چیز با صلاحیت این مقامات ها با روی خط معلوماتی که سری دولتی است وارد کرده شده شد، ما هیچ چیز گفتن نمیتونیم. ولی تا امروز دسترسی به اطلاعات هنگام بررسی کردن مشکلات مرزی وجود داشت و همین چیز باقی مانده است. متاسفانه مقامات ما بیشتر به همین محدود کردن دست میزند نسبت به مقامات قرقیزستان. ما بیشتر اطلاع را درباره علامت گذاری و دستاوردها در هنگام گفتشنیت های کمیسی بین حکومتی از رسانه های بین المللی از سرچشمه های قرقیزستان میبینید. تشکر. مصعب جمع نظر شما مرمان. واقعا ما بینید یک تحلیل بسیار کوتاهی پخش اطلاع رسانی در رابطه به حوادث مرزی نشان میدهد که در بعضی حالت ها واقعا هم رسانه های قرقیزستان با دریافتی اولین شده با دریافت اطلاع در رابطه با حادثه های مرزی کوشش میکنن که آن را خیلی
برجسته نشان دهن و کوششی در بعضی حالات ما مشاهده میکنیم کوششی دستکاری از جانب رسانه های قرغیزستان دیده میشه، یعنی اونها کوشش میکنن که به واسطه دسترس کردن اطلاع دستکاری کنن و به جامعه بعضی مثلا خبرهای زید و نقیز هم میرسونن. واقعا هم تاری استاد گفتن در هیچ جا ما نخوردیم که این چیز همچون سیری دولتی اعلان شد، ولی فکر میکنم که یک اطلاع نسبتاً کوشو در رابطه با اون که حداقل کدام قطعه ها مورد بررسی قرار گرفتن و موافقه شدن اگر به جامعه رسانده شود به طرز درست در موافقه با هر دو کشور، کاری خوب می شود، چون که عین حال هم در هم از منطقه های نزد سرحدی قرغیزستان هم در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان در دیه های نزد سرحدی بسیاری از ساکنان نگرانند که به چی توافق رسیده باشند و کدام قطعه ها موافقه و معین کرده شدن. تشکر. و در همین جا با یک سوال دیگر برنامه را به پایان میبریم، یعنی چی باید کرد که نشست های خبری جدی تر صورت گیرند و خبرنگاران با سوال های بی پاسخ از تالار نشست بیرون نآیند؟ نورین قرشبایف خواهش میکنم، خیلی فشرده نظرتون. پیش از همه ولایت قانون ریایه بچون شرایط طلبات قانونداری تاجیکستان را دایر به دسترسی به اطلاعات از هر دو جانب، هم وسط اخبار عامه و هم مقامات های دولتی رعایت کرده شود. و عامل دیگر این است که باید به نشست مطبوعاتی آمادگی خوب گیرند، هم مقامات دولتی و هم روزنامه‌نگاران. تشکر. و جناب مصعب جمع مرحبا. ببینید، ما ژورنالیستان از وقتی در نشست های مطبوعاتی شرکت میکنیم هدفمون یک است، تنها گرفتن اطلاعی که قانونگذاری اجازه داره، دیگر هیچ چیز برای ما نه ضیافت و نه کافه و نه دسترخوان بازی اونها لازم هم نیست، بهتر است که یک نشست خوب بگذارن. دویم، من فکر میکنم که خوب میشد که در نشست ها همکسبان ما از تعریف و توصیف و از مرسی مشکلات شخصشان و از دراز به دراز کشیدن موضوع ها در رابطه با مشکل های شخصشان خودداری کنند. در همین رابطه اگر خوب می شد که در نشست های مطبوعاتی نه تنها ژورنالیستان جوان نوکار تجربه آموز، خوب می شد که حداقل سرمحرری رسانه ها شرکت کنند و وقتی که مسئله گذاری میکنند و سوال گذاری میکنند کوشش کنند که در روبروی نهاد رهبران اولی نهاد شرکت کنند. دویم، فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر یک حجت یا یک سندی زیرقانونی قبول کرده شود که ترتیبی برگزاری نشست ها بگذار معین کرده شود که برای خواندن اطلاع ورقه مطبوعاتی حدودا 10 یا 5 دقیقه مقرر شود و باقی مانده به سوال های ژورنالیستان پاسخ داده شود. دوم، سوم این است که خوب میشد که مثل سال های پیش نشست های مطبوعاتی در یک جای مشخصی معین گذرانده شود، تا اینکه مثلا ژورنالیستان وقتی که در یک روز برابر 5 6 یا 7 8 حتی ما یاد داریم تا 12 نشست رو مونده بودن، ژورنالیست ها توانند که در هم یک جا همه این نشست ها شرکت کنند و به سوال های خود پاسخ بگیرند. و با عرض سپاس به مهمانان برنامه، نوردین قرشبایف رئیس اسوسیاسی رسانه های مستقل تاجیکستان و مصعب جمع خبرنگاری از پیلوز، و تشکر به بینندگان گرامی برای همراهیتون. و سوال پیشنهادی دارید زیر این برنامه بنویسید. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.